سلام عرض میکنم خدمت همه شما گرامیان عزیز، دوستان عالی قدر. در جلسه قبلی ما در مورد سرزمین های باستانی و امپراتوری روم صحبت کردیم و درس سرزمین های باستانی در با امپراتوری روم ختم میکنیم و در اینجا لازم ذکره که در مورد ناسیونالیسم در اروپا هم یک صحبتی بکنیم. ناسیونالیسم در اروپا در دوره های متفاوت دستاورد های مثبت و منفی زیادی داشت. در یک دوره ما شاهد ناسیونالیسم بودیم که منجر به وحدت کشورها شد، که ناسیونالیسم میتونیم از دوره ای که جنگ های ناپلیون بناپارت، از زمان انقلاب های 1830 کنگره وین، انقلاب های 1830، انقلاب های 1848، که هر کدوم از اینا ناسیونالیسم بود که منجر به انقلاب ها شد، در کشور فرانسه دیدیم که مردم از حکومت های استبدادی خسته بودند و از حکومت هایی که دست نشانده بیگانگان بود و مشروعیت داخلی نداشت بلکه فقط مشروعیت خارجی داشت، و مردم با همدیگه متحد شدن. حس ناسیونالیستی از اون منجر شد که زمینه وحدت و یا تغییر و تحول در کشورها فراهم بکنن. همچنین همین ناسیونالیزم منجر به وحدت بلژیم شد، وحدت ایتالیا و وحدت آلمان. اما بعد از یک دوره این ناسیونالیزم به جای داشتن دستاوردهای مثبت دستاوردهای منفی داشت، و یعنی این حس ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه افراطی باعث شد که خود برتر از دیگران احساس کنند، خود بالاتر از دیگران احساس کنند، و این حق به خود خود بدن که باید بر دیگران سلطه داشته باشند و حاکمیت داشته باشند. ما در قبل از آغاز جنگ جهانی اول شاهد این بودیم که بسیار از کشورها بر این باور بودند که اونا ابرقدرت جهان هستند و سیاست خارجی دنیا دارن مدیریت میکنند، و این می از برگرفته از اون حس ناسیونالیستی افراطی از اونا بود، و این باعث شد که ما به طرف پرتگاه جنگ جهانی اول بریم. جنگ جهانی دوم هم همین حالت بود که ما دیدیم هیتلر و همون احساس ناسیونالیستی افراطی که داشت، فکر میکرد که آلمان ها نجات و یا نسل برتر هستند و باید بر کل دنیا حاکمیت داشته باشند. پس ناسیونالیسم در یک دوره دستاوردهای مثبتی داشت، اما در یک دوره دستاوردهای منفی داشت. بحث دیگه که ما در مورد باید مطالعه کنیم و او در مورد صحبت کنیم، سرزمین و ویژگی های او است. اگر بیاد داشته باشیم، ما آمدیم سرزمین از با بود جغرافی های حکومت سرزمینی مورد مطالعه قرار دادیم، اما در این بخش ما میایم ویژگی های اساسی سرزمین مثل وسعت، موقعیت، جغرافیا، موقعیت جغرافیایی از او و اهمیت سیاسی که این موقعیت جغرافی به وجود میاره مورد بررسی قرار میدم، که اینا در بخش های متفاوت تقسیم بندی کردیم و هر کدوم جداگانه خواهیم خواند. که بخش ها ویژگی ها عبارتند از توسعه اراضی، تحصیل حقوق و وسعت سرزمین، شکل سرزمین، موقعیت سرزمین و وضع ناهمواری یک سرزمین میایم مورد مطالعه قرار میده. ما در درس های گذشته در مورد پیدایش سرزمین ها و عملکرد پادشاهان و امپراتورها، اقوام و ملل متفاوت صحبت کردیم و آمدیم گفتیم که سرزمین ها به شکل تدریجی یا با گسترش اراضی روبرو بودن یا اراضی از اونها کاهش پیدا کرد. اما امروز حالا میبینیم که دولت ها چگونه و به کدام هدف سرزمین ها خور گسترش داد، که اولین ما میتونیم بحث توسعه اراضی یا گسترش اراضی به 5 بخش تقسیم کنیم. یعنی 5 عامل منجر شده که سرزمین ها اراضی اینو گسترش پیدا کنه. بحث اول ما بحث اشغال هست. باید که عنوان اشغال هست در کتاب هم همین عنوان استفاده شده، ولی بحث اکتشاف است. ما شما میدانیم در گذشته امروزه ای هم غیر ممکن هست، چون ما میدانیم که سیستم GPS و
ماهواره هایی که در فضا هستند، اینا تمام سرزمین کره زمین رصد میکنن و امروز دیگه سرزمین جدیدی وجود نداره که اکتشاف شه. در قرون گذشته در قاره آمریکا و در قاره آفریقا سرزمین های جدیدی کشف میشد و این باعث میشد که یک سوال مهم مطرح شه که این سرزمین ها تحت تملک چه کسی قرار دارد؟ چه کسی اجازه داره بگه که این سرزمین مربوط به ما هست؟ ما در ابتدای امر تنها بحث اکتشاف بود، یعنی هر سرزمینی که هر کشوری که یا هر دولتی که او سرزمین کشف میکرد مالک از او بود و میتونست ادعا کنه که مالک از او سرزمین هستند. به طور مثال اسپانیایی ها قاره آمریکا کشف کردند و بر این اساس با این نحوه استدلال اونا مالک از سرزمین بودن، اما بعدها که دیگه سرزمینی برای اکتشاف باقی نمونده بود و یا محدود شده بود و دولت ها به دنبال توسعه اراضی بودن و میخواستن علاوه بر بحث استعمار بحث دیگه هم داشته باشن، یک راه دیگه هم داشته باشن، آمدن مسئله اشغال مؤثر مطرح کردن. یعنی گفتن چی؟ یعنی که به تنهایی اکتشاف ضامن از این نمیتونه باشه که یک کشور مالک یک کشور دیگه باشه. یعنی ما بگم یک سرزمین کشف کنم و بگم مالک هستو، ما باید اشغال مؤثر داشته باشیم، یعنی در اونجا یک ساختار حکومتی به وجود بیارم، یک نظام به وجود بیارم، در ارتشی داشته باشم، سطح کیفی زندگی مردم رو بالا ببرم و تلاش کنم که روز به روز زندگی مردم بهتر بسازم. وقتی که یک دولت میتونست این کار انجام بده در یک منطقه، او مالک از او بود، نه ای که تنها کاشف از او سرزمین باشه. بحث دیگه ای که ما داریم بحث مرور زمان هست. در بحث مرور زمان این مسئله مطرح میشه، میگه اگر قسمتی از یک سرزمین در اختیار یک سرزمین یا در اشغال یک سرزمین در اشغال یک دولت دیگه باشه، یعنی قسمت از سرزمین یک دولت برای مدت طولانی در اشغال یک دولت دیگه باشه، در صورتی که گفتیم کشی، در صورتی که دولت اولی از او یعنی مالک اولی از او سرزمین مخالفت جدی در رابطه با او سرزمین نداشته باشه، حاکمیت از او به کشور دوم داده میشه. این مثلا برگرفته از عوامل دیگه ای هست، بحث فرهنگ هست، بحث تحصیلات هست، بحث مسائل اقتصادی و لسانی هست. یعنی وقتی که یک سرزمین برای مدت طولانی تحت سلطه یک دولت دیگه باشه، با ساختار حکومتی از دولت، با نظام حکومتی از دولت، با سیستم آموزشی از دولت، با سیستم مالیاتی از دولت عجین شده، یک جا شده و اونا رو بلدیت داده، با نظام حقوقی از اون، و این باعث میشه که وقتی که این بگیریم باز وارد یک سرزمین دیگه بسازیم یا دوباره پس بگیریم، یک بحران وجود بیاید برای مردم از اون کشور. مثلا میگم برای شما، وقتی که ایالات متحده آمریکا استقلال خود از انگلستان گرفت، این پیشنهاد شد، چون فرانسوی ها خیلی کمک کردن به آمریکایی ها به گرفتن استقلال، این پیشنهاد شد که بیم نظام حقوقی رومن جرمن جایگزین کامل لا کنیم. اما چی گفتن؟ گفتن ما سالهای طولانی با این نظام حقوقی کار کردیم، قاضی داریم، وکیل داریم، حقوقدان داریم، مقاله ها نوشته شده، کتاب ها نوشته شده، توسعه پیدا کرده این نظام حقوقی در کشور ما، پس ما نمیتونیم به راحتی بیایم یک نظام حقوقی دیگر جایگزین کنیم. پس وقتی که یک سرزمین رو میگیریم به پس میگیریم از یک کشور دیگه و اون دوباره در اختیار بگیریم، اینجا یک بحران وجود میاد، چی از نگاه فرهنگی، چی از نگاه سیاسی، چی از نگاه اقتصادی. به طور مثال امروزه که مثال بزنیم، سربازای از او یا فرد جوانان از او سرزمین، اگر ارتش خدمت در ارتش اجباری بوده باشه، در ارتش از او کشور اجبار خدمت کردن، سوگند خوردن، به بیرق از او کشور احترام گذاشتن، در پای از او بیرق جان خود دادن، پس آنقدر جالب نیست که بیان دوباره پس بگیرن و او تحت حاکمیت دولت اولی از او قرار بدن. ولی یک امر غیر ممکن هم نیست، امکان وجود داره که این اتفاق بیفته. اما امروزه گفتیم ظهور ناسیونالیسم عملا مالکیت از راه مرور زمان به عنوان یک
وسیله برای انتقال سرزمین منفی ساخته، به خاطر از اینکه عموما این سرزمین ها اگر ویژگی های متفاوتی نسبت به هر دو سرزمین داشته باشند، بیشتر به دنبال استقلال خواهی هستند و یا اینکه هستند که استقلال خود از هر دو سرزمین بگیرند. بحث دیگه که داریم بحث کشورگشایی است. کشورگشایی یکی از عوامل مهم در طول تاریخ برای گسترش اراضی یا توسعه اراضی بوده و همواره از یک طرف منجر به توسعه اراضی و از طرف دیگه منجر به کاهش اراضی بوده است. اگر بیاد داشته باشیم تحولات نقشه سیاسی جهانه، گفتیم جنگ های یکی از عوامل مهم تغییر و تحول در نقشه سیاسی جهان بوده. اما امروزه انتقال سرزمین از راه جنگ، از راه لشکرکشی، یک امر تقریبا غیر ممکن شده، به خاطر که در قدم اول وقتی که یک کشور یک سرزمین به تصرف خود در میاره، تنها تصرف به معنای الحاق نیست، یعنی به معنای یک جا شدن به اون سرزمین نیست. او باید چکار کنه؟ از همون مردم همون منطقه نمایندگانی در مجلس مقننه یا قوه مقننه خود بپذیره، بعد از اونا در کابینه خود دولت خود نمایندگانی داشته باشه، از اونا به عنوان والی و رئیس و وکیل در ادارات دولتی استفاده کنه تا بتونه چکار کنه؟ او کاملا ادغام کنه با سرزمین خود. و همچنین در قدم قبل از اینا باید اون مردم از اون منطقه بپذیرن که حاضر هستن با این کشور یک جا بشن. اما امروزه حتی اگر تمام این کارها صورت بگیره، ما نیاز به ای داریم که مشروعیت بین المللی هم در کنار از او داشته باشه، یعنی که کشورهای دیگه هم بیان بپذیرن که این سرزمین تحت تصرف، تحت حاکمیت این دولت قرار داره. که ما میتونیم مثال بزنیم، در زمان جنگ های عراق و کویت میدونیم که عراق مبلغ زیادی به دولت کویت قرضدار بود و جناب آقای صدام حسین آمد گفته که من مدافع دول عربی هستم و دولت کویت باید این مبلغ ببخشه به دولت عراق به خاطر هزینه هایی که داره دولت عراق در دفاع از جهان عرب میکنه، ولی کویت نپذیرفت این امر و گفت باید هزینه پرداخته شه. و اینجا بود که عراق آمد گفت مدعی شد که اصلا دولتی به نام کویت وجود نداره، سرزمینی به نام کویت وجود نداره، جز که خاک عراق بوده و دوباره هم باید جز به خاک عراق بشه. اما دیدیم که حمله کرد و قسمت وارد خاک کویت شد، اما دیدیم که با واکنش جامعه جهانی روبرو شد. سازمان ملل متحد، شورای امنیت فورا خواهان عقب نشینی شد و به ایالات متحده آمریکا دستور داد و از او خواست که جلو اقدامات صدام حسین بگیرن. پس می‌بینیم که امروز کشورگشایی به معنای توسعه اراضی نیست. نمونه دیگه از او هم میتونیم در صحرای غربی آفریقا ببینیم که در گذشته صحرای اسپانیا خوانده میشد، به زور تحت تصرف اسپانیا درآمد، اما پس از خروج اسپانیایی ها حکومت این منطقه بین مراکش و موریتانی تقسیم شد. بعدها موریتانی ها در اواسط سال 1979 میلادی بعد از جنگ با چریک های پولیساریو که خود قر مدعی این سرزمین میدونستن، آمد این مناطق پس گرفت و مراکش تمامی سرزمین به اشغال خود در آورد. اما امروزه دو حاکمیت در اونجا وجود داره، یک حاکمیت از مراکش هست که خود قر مدعی داره که این مناطق تحت سلطه از او هست، اما این اشغال مورد قبول جامعه بین المللی قرار نگرفت و پولیسوری ها آمدن حکومت دموکراتیک صحرا را اعلام کردند که بسیاری از کشورهای جهان هم امروز او را پذیرفتند و او را به رسمیت میشناسند. پس میبینیم که
در هیچ جای دنیا بدون مشروعیت بین المللی ما نمیتونیم یک دولت به وجود بیاریم. حتی ما اگر به یاد داشته باشیم، همین چند سال پیش بود که یک همه پرسی یا یک رفراندوم در سرزمین های کردستان به وجود آمد و مردم از این مناطق خواهان استقلال شدند، یعنی آمدن همی به وجود آوردن یک دولت یا به نام کردستان، یک سرزمین به نام کردستان مورد قبول مردم هست یا نه، و در رفراندوم اکثریت بالقوه رأی مثبت دادند. و همونجی بود که جناب آقای بایزانی رهبر کرده ها آمد گفت ما اگر هممیهن خوبی نبودیم برای عراقی ها، برای ترک ها یا برای سوری ها، و همچنین میتونست تأثیر بگذاره بر کرده های ایران، چون یک دوره هم بعد از انقلاب ایران در سال 1979 اینا هم خواهان استقلال شدن، آمدن گفتن میتونیم همسایه های خوبی باشیم. ولی دیدیم که در قدم اول نه ایران، نه ترکیه، نه عراق، نه سوریه ایر نپذیرفتن، چون از یک طرف کاهش اراضی بود و از یک طرف تهدیدی محسوب میشد بود از ما. پس دیدیم که این نبود مشروعیت باعث شد که چی؟ کردستان نتونه استقلال خود بگیره و خود به عنوان یک دولت معرفی کنه. و همچنین کردها به این فکر افتادن که اگر تمامی کشورهایی که اونا احاطه کردن و محاصره کردن او به رسمیت نشناسند و اجازه ندن که به طور مثال هیچ تیاری از حریم هوایی از اونا وارد خاک کردستان چه، هیچ باری و هیچ کالایی از طریق خاک از اونا وارد کردستان چه، کردستان نمیتونه ادامه حیات بده. پس اینجی بود که چی؟ کردها مجبور شدن که همون شرایطی که قبلا داشتن بپذیرن و ادامه بدن. بحث دیگه ای که ما داریم بحث واگذاری هست. واگذاری به چه شکل است؟ در گذشته انتقال سرزمین شکل تحت عنوان واگذاری خیلی اتفاق میفتد. میامدن یک قرارداد یا عهدنامه بین دو کشور امضا میشد، یا یک پولی پرداخت میشد، یا امتیازی داده میشد، یا حمایت میشد، یا هر چیز دیگه ای. بر اساس از یک قسمت از یک سرزمین به یک سرزمین دیگه، میباشن یک قسمت از سرزمین یک دولت به یک دولت دیگه متعلق میشد. به طور مثال ما میتونیم به قرارداد سرحدی سال 1932 یا 1310 هجری شمسی اشاره کنیم که بین ایران و ترکیه امضا شد و عقد شد که در این ایران آمد سرزمین هایی که در جوار کوه آرارات در مرز ترکیه امروزی قرار داره به ترکیه واگذار میکنه، پس در عوض از او میه چه کار میکنه؟ یک قسمت از منطقه کردستان امروزی یک زمین بسیار وسیع از ترکیه میگیره، و حتی آمریکا هم آلاسکار به همین شکل از روسیه خرید، و حتی جزایر کریسمس در اقیانوس هند از بریتانیا در سال 1950 میلادی به استرالیا از همین طریق انتقال کرد، و قرارداد مشابه این ما در سال 1974 میلادی بین امارات متحده عربی و عربستان سعودی داشتیم، چون عربستان سعودی میخواست از طریق منطقه‌ای که بین امارات و قطر وجود داشت به خلیج فارس راه پیدا کنه، و همین خاطر آمد یک قراردادی بست و بر این اساس از شرق قطر تونست به خلیج فارس راه پیدا کنه. درسته که میگم شرق قطر، ولی اون شرق قطر تحت تملک امارات متحده عربی بود. برای تک تک شما آرزوی موفقیت دارم. اگر سوالی بود یا معلومات اضافی میخواستین میتونین از طریق وبسایت و حتی شماره از من بپرسین و من حتما معلومات در اختیار شما قرار خواهم داد. منابع اضافی هم اگر ضرورت داشتین باز من برای شما معرفی خواهم کرد. میتونم در هر کدام از این بخش ها برای شما منابع دیگه هم معرفی کنم. و یک خواهش که از همه دوستان دارم اینه که اگر امکانی هست یک اطلس بخواه از اینترنت دانلود کنین، و این مناطقی که نام میبرم حال
وارد جزئیات زیادی و کستم انشالله برای شما عکس های اینا خواهم داد، ولی به شکل کلی وقتی در مورد سرزمین ها صحبت میکنیم که درس های نزدیک آینده ما هست مثل اشکال سرزمین نیاز به نقشه هست، اون من از روی نقشه تدریس میشه این بخش از جغرافی سیاسی، اگر داشته باشین برای شما مفید واقع خواهد شد. موفق باشید.